به برنامه داوود سلطانزو خوش آمدید. برنامه امروزی را در تالار مکتب استقلال دایر کردیم و راجع به یک موضوع بسیار حیاتی و مهم است، موضوع حقوق بشر. گرچه بحث حقوق بشر یک بحث است که در هر جامعه هم منعیس یک بحث و هم منعیس عمل کرد در چوکات همزمان باید مطرح باشه و فکر میکنم که بحث تنها کافی نیست. در این مورد عمل کرد نیز مهم است و در افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای وجود داشته در این زمینه، اما دستاوردها همیش ترتیب بوده که ما را به یاد از این داخته که اشتباهات دیروز و عملکردهای امروز سبب میشه که راجع به فردا تشویش داشته باشیم. امکان داره دستاوردها به نظر بعضی ها پایدار معلوم نشوه، امکان داره بعض موضوعات دیگه که تشویش افزاست که راجع به سالهای آینده گاهی مردم میگن که راجع به 2014 صحبت نکنین، از ارگ و از هر جا صدا میبره که 2014 چی معنا داره. خب اگر 2014 هم نگوییم، یک سال بعد بگوییم، بعد از انتخابات در مورد حقوق بشر چی واقعی خواهد شد، کی در این انتخابات موفق خواهد شد، چی گروه های دست در کار خواهد بودن و این دستاوردها را چطور تهدید خواهد کردن و یا ای که به عقب خواهد گشتادن. این موضوعات است که قابل تشویش است و حق داره هر جامعه که راجع به موضوع صحبت بکنه. موضوع دیگه که به نظر من مهم است در این بحث به حقوق بشر، موضوع است که جامعه چی انتباهات از بحث حقوق بشر و عملکردهایش میگیره. یکی دستاوردهای اصلی است و یکی انتباهات است و در این انتباهات جامعه ما حق داره که مشکوک باشه، هم راجع به دولت افغانستان هم راجع به جامعه جهانی، به خاطر از اینکه موضوع حقوق بشر، بحث حقوق بشر و عملکرد در این مورد گاه گاهی منعیس ابزار، گاه گاهی منعیس آلی فشار در موارد از او استفاده شده که سبب تشویش در بین جامعه خلق کرده و انتباهات را که جامعه گرفته حق داره جامعه که در او مورد صحبت بکنه و بحث بکنه. و برای از اینکه بحث ادامه بدیم امروز من مهمانای عزیز را با خود دارم که در راجع به موضوعات مختلف صحبت خواهد کرد، جامعه مدنی، از یوناما، از پارلمان افغانستان و همچنان از نهادهای تحلیلی که در افغانستان کار میکنن. من فکر میکنم که اگر انتقادات میشه و اگر راجع به جامعه جهانی صحبت میشه، ما میفهمیم که جامعه جهانی در این مورد شاید یقینا یک نیت نیک داشته باشه، اما گاهی دستاوردهای عملی از او نیتها را تحت شعاع قرار میده، نیتها را مقدر نشان میده و به این معنا نیست که ما همه چیز سیاه میبینیم. ما باید واقع‌بین باشیم و به اساس همون واقع‌بینی بحث ادامه خواهد دادیم. از تشریفات شما تشکر میکنیم، یکی امروز با ما هستین و در این بحث اشتراک دارین. امیدوارم بحث با محتوا باشه و بحث باشه که شما هم در اشتراک کرده باشین. بسیار تشکر. اول مهمترین بحث در مورد حقوق بشر همیش صحبت شده، موضوع حقوق زناست. حقوق زنا در افغانستان یک موضوع جدید نیست، گاه نشیب و فرازهایی را داشته، اما فکر میکنین که فرض میکنیم به طور مثال یک کاندید در آینده برای ریاست جمهوری کاندید میکنه خدا، یا یک تعداد وکلا یا وزرایی که در صحنه کار هستن، یک روز شما اینا رو با زنایشان، با وجود که زنای تعلیم یافته دارن، با وجود که زنای دارن که مسمر هستن در صحنه کار هم وارد هستن، یک روز اینا رو ندیدین، آیا شما به تو یک کاندید جامعه زن که 52% 50% جامعه رو تشکیل میدن اعتماد خواهد کردن که به تو اشخاص رای بدن؟ اولی که از نقطه نظر جامعه زن افغانستان، ما امیدوار هستم باعث یک زن افغان دامن افغانستان که ما خود ما بتانیم که امو حزب سیاسی زنای افغانستان را ترتیب کنیم که باز خود ما راستی کاندیدای خود داشته باشیم و امیدوار هستیم که فیصله کنیم که برای کی رای میتیم. این اول آرزوی اولم است و امیدوار هستم که ما با این موفق هم شاییم. دیسه دوم، امو رقم چی واره میشه سلطان زوی سب؟ امو از ما بین یک گروه مردمی که شما دامن افغانستان دارین اون بهترین چه انتخاب میکنین؟ اینال اگر دامن بین از امی یاد میگن که در شوار کورا یک چشم پاچاست، از ما به نوم رقم خواد شد، خاطر از این که از ما بین گروه مردمی که دامن اینا خود کاندید میکنن، باز ما اونمو را امیدوار هستیم که اونمو کسی را ما انتخاب بکنیم که اونمو نزدیکترین است. آیا جامعه زنای افغانستان به خاطر حفظ حقوقی که تا حال برشان مهیا شده
داده شده، نمیگم مهیا شده. آیا این توانمندی را داره که امی در چوکات امی امکاناتی که وجود داره برشان این انسجام پیدا کنن که منعیس یک گروه رای بتن یا ای که باز هم همو حساب فامیلی خواد بود برادر؟ ای که حساب فامیلی دامن افغانستان نمیش رول خدا بازی خواد که دهی هیچ جای شک نیست، اما در این زمان ما امیدوار استیم زنای افغانستان به خاطر امی خود موضوع شراکت ما با دردهایی که داریم و با مشکلاتی که دامن از این مملکت داریم که او هیچ ارتباطی به مسائل فامیلی و قومی و مذهبی ما نداره. نگرانی شما، زیادترین نگرانی شما فرض میکنیم وقتی که میگیم که امی انتقال صورت میگیره، بله. منیس زنا در بین زنا شما صحبت ها دارین، بله. دید و بازدید ها دارین، نگرانی عمدهشان در مورد یک احتمالی که وجود خواهد داشت برای آوردن صلح در افغانستان که در او امکان داره حق زن معامله شود چی است؟ والا ما از این بسیار زیاد میترسیم. به خاطر از این که در شروع امیگپ ها مگر یادتان باشه نه تنها ما حکومت افغانستان بلکه امی مسئله حتی به سر میزهای جامعه بین المللی هم بود که اگر یک سر مسئله صلح دامن افغانستان چی را معامله بکنن، و یکی از چیزهایی که ما زیادترین ترس داشتیم این مسئله زنهای افغانستان بود که اینمی شاید معامله شود. خانم امینی، شما دو نقش دارین امروز، هم یک خانم و هم یک عضو پارلمان. اردو برای شما یک موقف بسیار عجیب را به وجود آورده که میتونی از یک دیدگاه معین ببینی. یکی خو کارکرد پارلمان افغانستان در مورد حقوق بشر کارکرد چندان نبوده، از بعد زمان یک وقت در پارلمان بودم، ما راضی نیستم از او دوره در مورد حقوق بشر و آل هم شما ساختار پارلمان آیا مساعد میبینین که بتونه منعیس یک ارگان نظارت کننده دستاوردهای امروزی را و دستاوردهایی که در آینده امکانی میسر شدنش باشه او را بتونه پارلمان یکی از محرکین اصلیش باشه؟ همونطور که شما اشاره کردید پارلمان افغانستان در تقریبا 6 سال میشه گفت از یا کمی بیشتر از عمر پارلمان دو پارلمان میگذره. ما او دستاوردی که جامعه جهانی و ملت افغانستان توقع داشت و خود ما زمانی آرزو میکردیم به او دستاوردها ما نتونستیم برسیم. من فکر میکنم این علتی به خاطر ازی بود که کسایی که واقعا اهلیت و شایستگی داشتن به پارلمان راه نیافتن و این هم یک نقص است در قانون اساسی افغانستان که به شایستگی ها توجه نمیشه و این یک جزء از بحث ما. و یک مسئله دیگه که آیا ما توانایی نظارت و تطبیق قوانین ما داریم؟ ما تا به حال که تقریبا 2 سال از این دوره میگذره ما او وظیفه خود نتونستیم انجام بدیم. در مورد انتخابات خانم امینی فرض میکنم یکی از تشویشایی که من یقین دارم اینجا دوستا دارن و هم مردم افغانستان باید داشته باشن یک مقطع بسیار عمده زمانی که یک سال بعد در اینجا مردم افغانستان باید در یک انتخابات اشتراک بکنن که سرنوشت آینده افغانستان رقم میزنه و این به نظرم از انتخابات های که گذشتم از او کدام انتخابات مهمتر خواهد بود که انتقال واقعی باید صورت بگیره نه انتقال شعاری. در اینجا پارلمان آیا میتونه با این قانون جدید انتخابات و با این کمیسیون دست نشانده انتخابات راضی باشه که نمایندگی از مردم افغانستان کدام میتونه؟ من فکر نکنم ما بتونیم با این شرایط بتونیم او عمل کرد و او نظارت که ما باید داشته باشیم در یرسه نقش خود ایفا بکنیم به عنوان رکن قانون گذاری جامعه. تشکر. آقای جوینده، در مورد جامعه جهانی صحبت خواد کردیم و یقین دارم اینجا دوستان خواد بودن و یوناما. در مورد ای که مردم افغانستان برای ازی که بتونن در مورد حقوق اساسی خودشان دست به کار شون، تحلیل های بسیار ضعیف وجود داره که اشتراک مردم بسیار کم رنگ نشان میده. همین کم رنگی اشتراک مردم در امور روزمرهشان منعیس یک جامعه با تحرک و حتی جامعه مدنی. جامعه مدنی هم یک جامعه است که یک ایسی زیادش متاسفانه به نام جامعه مدنی اساس جیره‌بندی های اقتصادی و سیاسی و دیگه دیگه تشکیل شدن. شما فکر میکنین که اشتراک مردم در این یک آلت میتونه که یک مشروعیت در آینده بعد از 2014 به وجود بیاره؟ بار سلام خدمت حاضرین و شما هست کنم که بیاین یک بار کمی عقب بریم. در انتخابات ریاست جمهوری 2004 تعداد اشتراک کنندگان در انتخابات خصوصا زنا یک کتله وسیله تشکیل میدادند و در بعضی ولایت تعداد اشتراک کنندگان زنا بیشتر از مردا بودند و
و در انتخابات پارلمانی 2005 به می شکل اگرچه فیصدی اشتراک مردم نظر به انتخابات ریاست جمهوری 2004 کمی پایین افتاد، علت چند بود که در طول یک سالی که دولت منتخب آمد همون تعهدات را که جناب رئیس جمهور و تیمش به منظور بهبود حقوق بشری و حقوق انسانی و امنیت بشری در جامعه افغانستان وعده کرده بودند این را انجام دادن نتانستن. روز به روز اعتماد و باور مردم با آنچه که توقع داشتن کمتر شده رفت. با مثلا ما دیدیم که در انتخابات 2009 و در 2010 اشتراک مردم به سطح پایین بود که حتی پارلمان موجود افغانستان در مجموع 16% رای مردم افغانستان را گرفتند. یعنی پارلمانی که حکومتی که کمتر از 50% رای مردم با خود داشته باشند بنابراین مشروعیت از خود استاد سوال میره. حداقل مشروعیت روانی و انتباهیش با او خاطر است بنابر عدم اجرای تعهدات دولت افغانستان و نهادهای دولتی افغانستان به منظور تامین حقوق بشری، آزادی های بشری و عرضه خدمات به مردم و ایجاد حاکمیت قانون این مطالبی بود که مردم روز به روز دلسرد شده رفت. ولی من فکر میکنم که در این بار مردم افغانستان تجربه گرفتن که عدم اشتراکشان، عدم حضور فعالشان در انتخابات دوره گذشته و خصوصا در مقایسه با دو پارلمان دوره 15 و دوره 16 را که قرار بود چیز خانم فرشته گفتن فکر می کنم یک فرصت خوب است برای مردم افغانستان که باید بیاموزن که چی اشتباهی در گذشته کردن و اشتباهی خود را تکرار نکردن. و متاسفانه باید بگم هم که جامعه جانی هم نگفته نباید گذاشت که هیچ وقت نهادینه سازی دموکراسی حقوق بشر کار نکردن. اینا روی پروژه های مکتبی کار کردن، گاهی برای امنیت اولویت داشت، گاهی برای انکشاف امنیت اولویت داشت و بسیار کم حقوق بشری. حتی در بسیاری موارد دیدیم که حتی زمامداران کشورهای غربی گفتن که افغانستان یک جامعه سنتی است، یعنی منیسی یک ابزار است، یک ابزار است و یک قسمی که شما در آغاز گفتین بسیار جا بنان. ما امیدوار هستم که این بار مردم افغانستان اون چی که دیروز چی کردن، امروز ما توقع ما از که انتقال که ما پیش بینی بکنم برای ما از انتقال امنیتی، از انتقال اقتصادی، از هم انتقال ها که انتقال سیاسی مهمتر است. اگر ما داشته باشیم یک انتخاباتی که واقعا همین درز و فاصله ایره که بین مردم و دولت ایجاد شده، بین دولت و جامعه جهانی ایجاد شده، اگر دولتی که در نتیجه انتخابات 2014 روی کار میاد اگر بتونه همین اعتماد از دست رفته مردم دوباره یا کنه، مطمئن که مردم افغانستان آلی دیگه اکثر بتون میگه آقای سلطانزاده به گذشته بر نمیگردن. شما میگه افغانستان دیگه به جنگ‌های داخلی بر نمیگردن. امروز نسل جوانی که امروز شما در روزی خود میبینید، نسل جوانی که در مطبوعات اجتماعی میبینید، در فیسبوک من در توییتر ببینید کاون یک انگیزه یک قوت برای من میبخشه که نسل جوان من مثل نسل جوان 15 سال پیش فکر نمیکنه. دیروز نسل جوان من در برابر 50 دلار خود به کشتن میداد که من فلانی رهبر از او راضی باشه، ولی میفهمه که او رهبر فقط سر خون از تجارت کرد، سر دانش از چه گله هیچ چیزی برای ارزش نکرد. ما امیدوار هستم که نسل جوان افغانستان میتونه یک محرکه قوی باشه در ارتباط جامعه مدنی. اگر اجازه بدید یک مختصر که متاسفانه تا به دیروز جامعه مدنی افغانستان مطابق پالیسی های دونر عمل میکرد، به خاطر اینکه هیچ وقت جامعه جهانی کوشش نکرد که جامعه مدنی افغانستان نهادی نبسازه. اینا بسیار کوشش کردن که فقط جامعه مدنی بس یک پروژه باشه، یک پروژه باشه، نه پروژه. جامعه مدنی در افغانستان به نظر من شخصا، شما در این مورد امیدوار هستم که فکر بکنین و سوال اگه داشتین، جامعه مدنی توسط خارجی ها در یک مملکت به وجود آمدن نمیتونه. جامعه مدنی باید خودش به وجود بیاد، خودش. من میره بگفتم که متاسفانه جامعه جانی در ارتباط ایجاد یک شبکه وسیع جامعه مدنی، بله، یک جامعه مدنی متحرک کاری انجام نداد. هر دونر در خط مثال اگر پولی برش موند یه برای فلان جامعه که بیادر یک $10,000 مونده شما یک ورکشاپ بگیرین، یک سیمینار بگیرین. آقای رامسپور، میخواستم راجع به یک موضوعی که بسیار با هم ارتباط داره، اراده سیاسی دولت افغانستان در مورد حقوق بشر با اراده جامعه بین المللی مستقیما ارتباط داره، یعنی مستقیما با هم متناسب هستند. اگر واقعا جامعه جهانی اراده قوی در مورد موضوعات که ارتباط میگیره با حقوق بشر داشته باشه، بالوسیله حکومت افغانستان هم مسئول میدانه و حسابده میدانه و جامعه مدنی به مو شکل. چرا شما میبینید که همین ساختارهای فعلی جامعه مدنی را هم بودجهش جامعه بین المللی برش مهیا میسازه و حتی مؤثریت کارشان هم اونا برشان تعیین میکنه؟ شما فکر میکنید که همین اراده
جامعه جهانی چطور میتونه مطمئن بسازه مردم افغانستان که از یک طرف جامعه جهانی قوت نظامی و غیر نظامیش کاهش خواهد یافت، از یک طرف امو اشتها و امو علاقمندی که بر افغانستان در 10 سال وجود داشت بعد از وجود نخواهد داشت، چی تضمینی وجود داره که مردم افغانستان یقین پیدا بکنه که امی حقوقی که تا حال داشتن، امی دستاوردهای که تا حال بوده، ای با ای کم رنگی که بعد از این به وجود خواهد آمد ای تضمین خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. با عرض سلام خدمت همه حضار گرامی. ما هم یک نقش دوگانه خود داشتم، قسمان از بخش حقوق بشر معاونت ملل متحد در افغانستان میتونم عرایض را خدمت شنونده ها و بیننده ها تقدیم بکنم و قسمان هم منیس یک فعال مدنی با تجاربی که تا 10 سال یا 11 سال گذشته جمعا با فعالین مدنی دیگه داشتیم. یک چیز بسیار مبرهن و واضح هست که افغانستان منیس عضو خانواده بین المللی، عضو سازمان ملل متحد، یک سلسله تعهدات را داوطلبانه به پیشگاه جامعه جهانی و بر سازمان ملل متحد داده. این تعهدات افغانستان البته در بعد حقوق بشری منتج میشه یا منتهی میشه و محدود میشه به یک سلسله تعهداتی که ما شما هم میفهمین از کنوانسیون های حقوق بشری است که میکانیزم های خاصی خود را داره. این ساختارهایی که در چوکات سازمان ملل وجود داره ساختارهایی هستند که با بسیار صعوبت و مشکل بنا شده تا به امروز به این حد انکشاف کرده و در اثر تحولاتی که ما و شما خدای نخواسته انتظار از او را بعضی ها دارن یا داشته باشن، خدای نخواسته که تحولات منفی باشه در آینده افغانستان، با این تحولات این تعهدات از بین نمیره. این تعهدات تعهدات است که دارای اعتبار دائمی هست و هر دولتی که در افغانستان منتخب میشه و تعهدات خواست، اما عمل کرد در مورد تعهدات بسیار مهم است، اما لیتمس تستی که میگیم در کیمیانی که اونمو عمل کرد است. طبعا میزان عمل کرد خب بسیار میزان عمل کرد ضعیف بوده. میزان عمل کرد واقعا میزان عمل کرد بستگی داره به نحوه تحقق تعهدات و بار دیگه با تاکید بکنیم که میکانیزمایی که به اصطلاح عیار شده در چوکات تریتی بادیز یا میکانیزمای راپوردی های ادواری که افغانستان در هر 4 سال بعد باید یک دفعه گزارش وضعیت حقوق بشری خود بده برای شورای حقوق بشر، اینا نظارت کننده هستن و اینا نمره میتن دولت ها. سر عزیز بخشش بحث بکنیم که درست است که در یه شک نیست که ما گذشته را نمیتونیم تغییر بتیم، اما در این زمان تشویش های آینده ما نشت میکنه از عمل کرده گذشته ما. حالا در آینده چی شوه که ما بتانیم امی اشتباهات و کمرنگی هایی که وجود داره ایر رفع بکنیم و قوی تر در مورد از این موضوع بسیار حیاتی که اساسی ترین موضوع برای هر فرد از این مملکت چی کرده شوه باید؟ یک سلسله اساس گذاریات تا 11 سال گذشته خوشبختانه در افغانستان به وجود آمد، یعنی ما یک سلسله نهادهای امروز در افغانستان داریم که 10 سال قبل وجود نداشتن. با عنوان مثال ما نهاد ملی را داریم به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اینا در مورد می عدالت انتقالی چی کرده تانستن؟ بحث عدالت انتقالی متاسفانه یک بحث بسیار وقتگیر است و شرایط و اوضاع مجالش نرده تا باله و در کشورهای دیگه هم یعنی وقتگیر بوده، یک پروسه نبوده که آنان به این پرداخته شود. آیا این صورت بگیره باید؟ امی موضوع؟ طبعا امیدواری ها وجود داره که با فراهم شدن مؤلفه های تحقق شرایط عدالت انتقالی که یک نظام قانونمند، حاکمیت قانون و شرایط امنیتی خوب که بتانه در اونجا قربانی ها تحفظ شده بتانن قوانینی به وجود بیا و میکانیزم هایی باشه که از شاهدای که اونا شاهد هستن و قربانی هایی که اونا میان وارثینشان شهادت میتن یک حمایت یعنی شده بتانه. پیش بینی شما منیس یک کارمند یک مؤسسه بین المللی و در این زمان منیس یک افغان که جامعه تان رو میشناسین و ساختارهای فعلی سیاسی رو میشناسین، پیش بینی شما تخمینن اگه پیش بینی بکنین که بعد از 2014 امی بحث و بحث های مرتبط به در کدام رده قرار خواهد داشت؟ بحث عدالت انتقالی بسیار مشکل است که گفته شده که بعد از 2014 چرا ما فرصت های بسیار خوبی داشتیم و بحث بسیار جنجالی هست. این مشکل خود بود، ولی سر تحقق ارزش‌های حقوق بشری با در نظر داشت قوانینی که ما داریم امروز، نهاد ملی که داریم، فعالیت‌های بسیار گسترده جامعه مدنی که داریم، امیدواری است که این فعالیت‌ها به اصطلاح خاموش نشه. امیدوار هستم کمتر باشه. تشکر می‌کنم از تمام شما. یک دفعه میریم به اینجا و همه دوشیزه جوان خانم اول وقت میتیم باز میایم. بفرمایید مایک اگر لطف کنین ببرین. اسم من منیژه حازم است، یک تن از فارغین دانشکده حقوق هستم.
سوال ما قسم است که به نظر شما تا چه حد ما میتونیم که حقوق بشر را و همچنان حقوق زن را در افغانستان نهادی نبسازیم؟ و دیگه چقدر شما خوشبین هستین که در آینده ها حقوق بشر مثل امروز شکل شعاری خواهد داشت و یا یکی جنبه عملی هم پیدا خواهد کرد؟ تشکر. از کدام شخص مشخص هستی سوالتان؟ یا بله، از نماینده جامعه مدنی. شما بفرمایید. گلمحمد بلوچ خبری کو. از ما زغبل شخصا در شوز و طولون و سازمانون سر خلاف وجه داده که خلافیه او خلافیم دلیل داده چی رازی د افغان انسان لپاره کار وکړو او د شیزي لسته ولې یوازې د شیزي لستون سره نه دی مخ ټول افغانان انسانان افغانان انسان ټول افغانان لستون سره مخ کې نار نه دی که شیزي درست او بل پښتنه مېرمنو ته داده چې ولې په افغانستان کې د تاریخوالي د عواملو په پیدا کولو باندې فکر نه کیږي یوازې په افغانستان کې په دا باندې فکر کیږي نسیتونه کیږي سیمینارونه کیږي او هغه یوازې په کابل کې نو ولې په افغانستان کې په عواملو باندې فکر نه کیږي ډېر لار وسو هغه ورورته سوال ما از آقای رامیز است و هدف میه که میکروزم شما تعریف کردین و حقوقی که مثلا یا قانونی که پاشده به نظر شما کمتر موثر نبود از نظر به اینکه ما بیم روی بشری مملکت روی بشری جامعه مثلا سرمایه‌گذاری بکنیم از شما تشکر میکنیم الان میریم به این خانم محترم سوال خدا خوش آمدید میگم من صحرا کریمی هستم استاد دانشگاه دانشکده فیلم و تلویزیون اسلوواکی و کارگردان فیلم من سوالم از خانم نماینده یکی از نمایندگان مجلس هست که درصد زیادی از زنان با نام زن و یا به نوعی با استفاده از اسم و مشکلات زن وارد مجلس نمایندگان شدن در این دو دوره اخیر و با نام زن جوایز زیادی رو کسب کردن حالا صلح بود حالا هر چیزی که بود ولی زمانی که یک زن کشته شد در این مملکت وقتی زمانی که یک زن در این مملکت برش تجاوز شد زمانی که یک زن بی‌هویت و بی‌حیثیت شد تمام چوکی‌هایی که بعد از حقوق یک زن و زنان افغانستان دفاع بکنن خالی بود شما به عنوان نماینده مجلس و به عنوان یک زن فکر نمی‌کنین که کمکاری کردین و چه تضمینی وجود داره که شما بعد از سال 2014 بیاین از زنان دفاع بکنین در جامعه‌ای که حقوق زنش پایمال بشه زنی که مادر است زنی که فردا نسلی رو به وجود میاره شما چه تضمینی وجود داره که حقوق شهروندانش یعنی پایمال نشه من می‌خواستم شما به عنوان یک نماینده مجلس پاسخ بدین یعنی پاسخ به ما زنای بدین که شما رو فرستادیم به اونجا و خواستیم که از حقوق ما دفاع بکنین چی کردین تشکر حالا یک دوره میایم به سوالا جواب میدیم باز دوباره با شما برمیگردیم ان شاء الله از آقای رامسپور شروع میکنیم شما یک سوال راجع بود به شما یا نبود دقیقاً یکی دو مطلبی بود یک خواهر ما پرسیدن که اگر کوتا کوتا جواب را تنظیم کنیم که دوستا زیادتر سوال بکنن که چرا آیا در آینده امید زی است که حقوق زن نهادی نمیشه مشکل اساسی است که خب لوایح مقررات قوانین شما میبینید که در افغانستان وجود داره تحقق و تنفیذ قوانین بستگی داره به حاکمیت قانون به هر اندازه که حاکمیت قانون سطحش در افغانستان بلندتر بره دقیقاً رعایت حقوق بشر تمام موازینش خصوصا حقوق زنم مقدور خواهد بود یک خواهر دیگه ما مطلب داشتن که ببخشید یک برادر بود فکر میکنن گفتن که این مکانیزما و قوانینی که تا حال به وجود آمده آیا این مکانیزما کمتر کارایی داشته موثریتش به نظر شما مکانیزمایی که در چوکات مکانیزمای بین المللی به وجود آمده مثل الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی گزارش دی آی هر 4 ساله که ما به نام یونیورسال یا گزارش دورانی میگیم ادواری دورانی هر کشور این مکانیزمایی هستند که با اجماع کشورهای دنیا جور شده و کشورها داوطلبانه به این الحاق شده و ای که کارایش کمتر است یا بیشتر است بیشتر هم یادآوری شد این بستگی میکنه داره به سطح و به میزان عملکرد دولت ها اگر ما دولت قانونمند داشته باشیم دولت متعهد داشته باشیم بر اساس حقوق بشری که این در تمام سطوح اجرا شود دقیقاً که مکانیزم کارا هست و نتایج خود داشته حقوق بشر که امروز شما در کشورهای دیگه میبینید که با کدام سطح رعایت میشه این محصول ده ها سال مبارزه بوده کار بوده حاکمیت قانون بوده در کشورهای جنگ زده ما همیشه با چالش ها مواجه هستیم و با یک شبه همه چیز متحول نمیشه طبیعی است که ما با وقت نیاز داریم تشکر تشکر
یک سوال در مورد جامعه مدنی بوده که شما اگر لطف کنید در مورد بخیرم یکی از برادرها درباره جامعه مدنی و شما بخیرم درباره چی سوال کردین درباره می خود موضوع حقوق بشر و حقوق زن که فکر میکنین که موضوع حقوق زن باید نباشه کلش بشر است اما تو یک چیز بود بله بله این بسیار یک سوال مهم است بدر به خاطر از اینکه دلیلی که ما حقوق بشر و حقوق زن ما یک مقدار درباره اردوی زیده عین زمان گپ میزنیم بسیاری جایا حتی میگن که حقوق بشر یعنی حقوق زن به خاطر چی به خاطر از اینکه دامن هر اجتماع زن از اون اجتماع چون موجود ضعیف‌تر اجتماع است باعث امکانات ازیده که او زیادتر ضربه ببینه و او زیادتر به مشکلات گرفتار شوه و او زیادتر میشه و ممالکی که جنگ میشه شما چه فکر میکنید که عسکر زن ضعیف نیست اما زن تحت فشار قرار دادن بله. بعضی جوان در ممالکی که جنگ میشه مثلا اولین کاری ده که عسکر میکنه سر زن از اون مردم عمله میکنه چرا به خاطر ازی که اونمو یک چیز است که هم اون مردا را ضعیف ساخته میتونه و هم اونا را به موقعیت قرار میده که نمیتونن دفاع کنند و اونا به جان کی میرن به جان زنا میرن دامن افغانستان یکی از مسائلی که بسیار مهم است یادتان نره زن افغانستان 85% امروز چیسته یعنی خواندن نوشتن یاد نداره این حال شما وقتی که اینطور یک کتله کلانه داشته باشین دامن یک اجتماعی که شما 52% نفوستان هم زن باشه از او خاطر شما باید بسیار زیادتر در این مسئله کار بکنین اگر یک روز افغانستان راستی میخواید که مسئله حقوق بشر داشته باشه امروز دامن افغانستان موضوع حقوق بشر به نظر من مطلق یک بازی است ای بعض وقتا وجود داره بعض وقتا وجود نداره هر کسی که دلش خواست استفاده میکنه هر رقمی چی باید شوه چی باید شوه و تشویش شما چی است که چی خواد شد تشویش ما مثلا در مابین از این شو روز ما امروز باور میکنین میخواستم از شما پرسان کنم تروری که امروز به جان زن افغانستان میشه این باعث یک نمونه زن افغانستان استعمال میکنه امروز بازم دیروز سرپرست شبکه زنان سرپرست ریاست امور زنان لغمان بازم کشتن این نفر دوم است که کشته میشه دامن لغمان و ما چی میشنیم از حکومت خود که این یک مسئله فامیلی بود ببخشین چندان مسئله فامیلی خود بود که این زنا کشته شدن چرا این زنا کشته میشن چرا به زیر نام مسئله فامیلی ایپوت میشه خود از این می به ذات خود یک موضوع ترور است این هر کس دیگه میتونه در این زمی استفاده بکنه شما اگر بریم موضوع رو برای بالای 2014 و بعد از او بعد از 2014 و بعد از او ما فکر میکنم خواهرها برادرای افغان راستی فکر میکنم این زیادتر از این مربوط خود ماست دنیای بین المللی امروز تا به زمان هر چیزی که کردن نکردن هر چیزی که بود تیر شد دامن افغانستان ما امروز بین اینجا هستیم چرا ما حقایق خبه دست خود نگیریم چرا ما نبینیم که ما چی کدم میتونیم باعث یک ملت با باعث افغان ها جوان ما زن ما مرد ما پیر ما طفل ما چی کدم میتونیم بیاین که مسئولیت ها رو خود ما باید بکنیم ما باید منسجم شویم ما راستی باید منسجم شویم ما باید هر کدام ما که معلومات داریم باید معلومات خود امرای یک گروه دیگه شریک بسازیم برای اینکه که ما فکر نکنم که ما تمام مردم افغانستان امروز بتانیم خواننده و نویسنده بسازیم مگر ما یک تعداد بسیار زیاد مردم افغانستان منسجم کرده میتونیم و آگاهی داده تشکر بسیار من با خانم امینی راجع به کمکاری پارلمان و بعض موضوعات دیگه که ارتباط میگیره با نمایندگان مردم افغانستان در این مورد اگر بسیار فشرده اول این موضوع خواهر ما عنوان کرد که شما از خانم ها رأی گرفتید و شما برای خانم ها چی کردید من اینجا برای شما و کوشش شود که شخص شما معرفشان نبوده به صورت مجموعی بوده مجموعی جواب بتین مجموعی من قسمم همی است جناب سلطان دوست در اکثر ولایت ما بوده خانم هایی که مردان بر از رأی دادن و ما درست است که وکیل خانم هستیم ولی او صرف نیست که ما فقط صرف از حقوق زنان دفاع کنیم باز هم در جواب شما خانم ما قانون منع خشونت از پارلمان پاس شده و مشکلاتی که در این کشور هست ای که عدم حاکمیت قانون هست ای که قوه مقننه یک قوه قانونگذار
گناهکار هست، مجری نیست. این کمکاری ها از قوه اجرایی است که بررسی نمیشه و ما به توان خود وکیلای پارلمان در همچین مواردی که خشونت علیه زنان میشه موضع گیری های خود داشتیم و اعتراضات خود در این مورد اعمال کردیم. و ای که بعد از 2014 چی میشه و حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان چی خواهد شد، این من فکر میکنم مستقیم مربوط به خود مردم افغانستان است، مربوط به انتخاب مردم افغانستان است که باز هم معامله گری ها صورت نگیره، رای از اونها فروخته نشه. یعنی انتخاب مردم افغانستان رو فکر میکنین که با کرسی خاط نشست؟ این دیگه بستگی به خود مردم داره. وقتی که مردم چی بکنن که انتخابشون به کرسی بنشینه؟ مردم باید اصل شایسته سالاری در نظر بگیرن. همونطور که از ما وکیلا انتظار دارن که تصمیم عاقلانه بگیریم، از تک تک مردم افغانستان باید عاقلانه تصمیم بگیرن، مسائل منطقوی، مسائل حزبی، مسائل گروپی در نظر نگیرن، شخص به عنوان رئیس جمهور خو انتخاب بکنن که او یک شخص ملی باشه. اگه همچین مسئله پیش بیاد و ما بتونیم یک رئیس جمهور ملی داشته باشیم، مطمئنا بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. تشکر بسیار. دوباره برمیگم و شما میایم. بفرمایید. فشرده باز میرسید. من میخواستم شما تشکر. سر نادانسازی حقوق بشر دوستای ما سوال کردن. بسیار سوال بجای است. شما سعی کنین فرمان منشور مصالحه که در پارلمان گذشته مورد تصویب قرار گرفت، در حقیقت یک نوع معافیت بخشیدن بود به کسانی که مرتکب جنایت بودند. و این مشروعیت بخش اینا را معافیت دادن با مخاطر کسی که امروز جنایت میکنه با آرامش خاطر جنایت میکنه و جنایت خود ادامه میده. و دوم که مسئله اساسی کسانی که خودش ناقضین حقوق بشر باشه، امروز در مراجع تصمیم گیری باشه، شما چقدر باور میکنید که بنا به خاطر نهاد حقوق بشر عظیمی هیولا چطور مردم افغانستان خود نجات دادن؟ هیولا یادم ما امیدواری بدم این پیدا شه که بالاخره این نسل جوان افغانستان، شما این چند مظاهره که در 7 8 سال در کابل صورت گرفت و بعضی حوادث دیگه که صورت گرفت در کابل، بسیار مطالب یک صدای بلند امروز بالا شده که امروز نسل جوان ما و مردم افغانستان آموختن که پشت قوم و زبان و مذهب نمیگردن، من از یک مسلمان و من از یک افغان عمل میکنم، یک جامعه عمل، به خاطر اینکه اگر نقض حقوق بشر بشه در پکتیکا هم میشه، در بدخشان هم میشه، در غوش هم میشه، در بادغیس هم میشه، در دارکندی هم میشه، در همه جای میشه. چیزی مسئله اساسی عمده ای است که ما باید پروسه عدالت انتقالی را استاپ نکنیم، توقف نکنیم، باید ادامه بدیم برای مسئله تطبیق عدالت انتقالی. از آقای جوینده تشکر میکنیم. میریم به سوال، خود معرفی کنیم. یوسف فشرده سوال کنین لطفا. به نام خدا. بسم الله بهادری هستم، دانشجو در دانشگاه کابل. اولا باید یک مسئله را باید همه افغانا بپذیرند که در 10 سالی که از حکومت موجود میگذرد، تحت نام حقوق بشر بسیار نقض حقوق بشر از سوی بعضی کشورها و به خصوص کشورهایی که حضور نظامی دارن صورت گرفته. یک مسئله. مسئله دوم، کمیسیون مستقل حقوق بشر در رأس که مسئولیت درجه اول داره در قبال تامین حقوق بشر، هیچ کار عملی و مثمری را که مردم افغانستان مورد باور باید داشته باشن انجام نگرفته، فقط پول از جامعه جهانی تحت نام حقوق بشر گرفته میشه، به نام های گوناگون، شبکه مدنی و حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اما کاری را که مردم افغانستان انتظار دارن صورت نگرفته. مسئله به گونه مثال یک گزارشی را که اینا تحت نام صدای عدالت آماده ساخته بودن، حتی جرأت نشر از او را که مردم افغانستان خواهان عدالت انتقالی که تمام گزارشات از 3 دهه جنگ های داخلی بود، اینا جرأت نشر از او را ندارن. چی رسه برای که ما توقع داشته باشیم که این کمیسیون بتواند به عنوان کمیسیون درجه اول امو خواست مردم افغانستان برآورده بسازم. تشکر. نفر دوم خانم، گفته بودیم خود معرفی کنین لطفا. من اول سلام عرض میکنم خدمت میهمانان عزیز. مریم حتایی هستم، یکی از دانشکده های علوم سیاسی. سوال من از نماینده حقوق بشری هست که خشونت علیه زنان در این اواخر زیادتر شده میره، رو به افزایش است و ما میبینیم که حقوق بشر در این مورد هیچ کدام کاری نکرده و کاری که باید میکرد اصلا کار صورت نگرفته، یا اعتراضاتی که در این مورد صورت میگرفت صورت نگرفته، خصوصا در این 2 هفته کمپاینی که ما خشونت علیه زنان اعلان کردیم و این کمپاین اعلان کردیم، در این 2 هفته زیادتر شده رفت. ما 2 خانمی را که شما در جریان هستین حضدس دادیم.
نکردن کار در این مورد از طرف حقوق بشر چی بوده؟ و سوال دیگه ما این هست که نماینده حقوق بشر یادآوری کردن که 85% خانمای افغانستان بی سواد هستند. چرا ما نتوانستیم در 10 سال کار کنیم و سطح سواد در خانما بلند ببریم؟ و چقدر وقت دیگه میگیره که این سطح سواد در خانما بلند بره و این کاهش 85% یعنی 85% کاهش بیاد؟ تشکر. میایم اینجا با آقای وسیق. من فکر میکنم چیزی که بسیار با اهمیت از قسمی که شما گفتین که تا هنوز همواره از نام حقوق بشر، از نام دموکراسی، همه گپا و نهادهای مدنی که ایجاد شده بالاخره فعالیتشون همواره استفاده ابزاری شده. بسیار دقیق است. ولی گپ اساسی است که آیا ای تا کی و تا چند؟ متاسف هستیم که هنوز هم شما ببینین از روزی که آمدیم تقریبا 10-11 سال حقوق بشر عنوان شده، دموکراسی عنوان شده، ناقض حقوق بشر و ضد دموکراسی حاکم بوده و این حاکمیت کی تامین کرده، کی تضمین کرده؟ جامعه جهانی. بیان که بپذیریم، بیان که بپذیریم که بخش عمده برمیگرده به جامعه جهانی یک جهت. و در این روزا اگه شما متوجه باشین، ما امین نگرانی که شما دارین، جامعه افغانستان داره، بالاخره بشریت داره، اوی است که ما بتونیم جامعه انسانی را ایجاد بکنیم. گپ اساسی است که امیال هم شما مذاکرات، ملاقات، مصالحه، همه گپایی که هست با کیا هست؟ با کسایی است که همه ناقضین حقوق بشر است. طرفهای مختلف اگر در حاکمیت است، اگر بیرون از حاکمیت است، اگر بیرون از کشور است، اگر مخالف مصالحه است یا غیر مصالحه است، گپ اساسی است که ما چطور بتونیم واقعا به او چیزی برسیم. قسمی که دوستا گفتن که انتخاب مردم، بین که بپذیریم که انتخاب مردم نقش نداشته، این گپ روشن هست. صلح هم ما میکنن، جنگ هم ما میکنن، همه گپ هم میکنن. گپ اساسی است که حال چی باید شوه که واقعا نماینده مردم بیه. نماینده مردم منظور ما این است که همین چانس را که باز ما داریم، همین انتقال سیاسی که صورت میگیره، این بسیار برای ما با اهمیت است، چون افغانستان واقعا در لحظه بسیار حساس تاریخی قرار داره. به نام خدا، نجمه محمد نژاد هستم، یکی از دانش آموزایی که خواستیم دی بخش دی بحث اشتراک کنم. سوال اساسی من مربوط به آینده زنان افغانستان میشه که فعلا در افغانستان نهادها یا امو مؤسسات زیاد است که بر پیشرفت یا آینده زنان افغان کار میکنن. شما امی آینده زنان افغان بعد از امی سال یا سال 2014 یا بعدش چگونه میبینین؟ مثلا بهتر خواهد شد یا امو سطح آموزش امو یا سوادشان بالاتر خواهد رفت یا که پایین‌تر؟ تشکر. بسیار تشکر. میایم اینجا، میایم اول آقای بلوچزاده. امروز عید حقوق بشری ها است. 64 سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود که به تصویب رسید. در چنین روز، انسان‌ها تصمیم گرفتند که دیگه تبعیض نمی‌کنند، برابری را می‌پذیرند، عدالت می‌کنند و تمام حقوق و آزادی‌های انسان را به رسمیت می‌شناسند. بین دوباره پس تجدید پیمان بکنیم. ما هم انتقادات زیاد است، حرف‌ها زیاد است، کمکاری‌های زیاد صورت گرفته. تجدید پیمان بکنیم که از این 10 دسامبر تا 10 دسامبر آینده دستاوردهای کلانی را به خاطر تامین حقوق بشر در افغانستان خواهیم داشت. یک مورد. مورد دیگه که در رابطه با بحث قانون عفو و مصالحه که دور 15 پارلمان را به تصویب رساند و متاسفانه دوسیه عدالت انتقالی را در افغانستان بست، ما تلاش کردیم که این قانون ملغا شود. از خانم امینی میپرسم که یک قانون چگونه ملغا میشه در حالی که قانون عفو و مصالحه در چندین مورد با قانون اساسی افغانستان در مغایرت قرار داره و با تعهدات بین المللی که افغانستان به او داشته در مغایرت قرار داشته، چگونه ملغا میشه؟ در بحث انتخابات، آخرین صحبت ما قانون انتخابات است. شما چطور میتونین او بندی را که یادداشت داده شده که افراد اشخاص نمیتونن کاندید شون که ناقض حقوق بشر و جنایتکارای جنگی هستند، در حالی که در تصویب شورای وزرا این ماده بر رئیس جمهور قید شده، بر پارلمان و بر شورای ولایتی و ولسوالی ها قید نشده. و از طرف دیگه هم یک ماده افزود کردن در چگونه انتخابات به تعلیق میفته. 5 نفر میتونه صلاحیت داشته باشه انتخابات به تعلیق بندازه: رئیس جمهور، رئیس دوتا مجلس، رئیس ستره محکمه و رئیس نظارت بر قانون اساسی افغانستان. اگر شما این قانون تصویب بکنین و بعد دوباره پس رئیس جمهوری را توشیح بکنه،
مسئولیت شما چی خواهد بود و چی عاقبت را بر مردم افغانستان اصلا می خواهیم در این مورد یک تبصره بکنم که اصلا این پیشنهاد در تضاد با قانون اساسی افغانستان قرار داره، برای اینکه قانون اساسی افغانستان موضوع انتخابات ریاست جمهوری و ملغا ساختن انتخابات و این موضوعات به کلی واضح است و هر کسی که به سوادانه پیشنهاد کرده قانون اساسی افغانستان نه صحیح درست خوانده و نه تفسیر درست از او کرده و همین کمیسیون هم در خطا است اگر تفسیر کرده باشه. خواستم که بینندگان عزیز حداقل نظر ما را در این برنامه نظرم میتم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا درخشان هستم، دانشجوی دانشگاه تعلیم تربیه کابل. من یک سوال دارم از جناب جوینده سپ، اما قبل از سوال یک انتقاد دارم روی نماینده جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر. دوستان ما در دانشگاه به خاطر تحقیق روی موضوعات اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی مثل طلاق، مثل خشونت علیه زنان در افغانستان متأسفانه یک مقاله علمی یا یک تحقیقی که بر معیارهای علمی شده باشد پیدا نکردند در افغانستان. ما توانستیم که در یک استان بلوچستان ایران 10 مقاله در یک موضوع داشته باشیم، اما در افغانستان در شهر کابل ما مثلا در مورد تکدیگری نداریم. من انتقاد این است که خوب نبود اگر یک بخشی از کارهای نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار روی پدیده‌های اجتماعی من جمله نقص حقوق بشر در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان با معیارهای علمی می بود، تا اینکه ما می توانستیم نظر به اون کار را در واقعیت انجام می‌دادیم. این انتقاد. اما سوال من از آقای جویندهی است که شما با مشاهده واقعی دانشگاه کابل در دهم محرم و بخشونت کشانده شدن ده ها اعتراض به ظاهر مدنی در شهرهای افغانستان چگونه دارین که ما یک نسل جوانی داریم که اونا حداقل قدرت زدایی از جنگ را در ذهن خود دارن، در حالی که امروز در دایکنده، در لغمان همه روزه انسان ها مثل یک شی بی ارزش کشته میشن از طرف همین جوانایی که شما در فیسبوک میبینید و اون در قالب همین فیسبوک دفاع میشن. این چگونه یک ادعای است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما بکتاش هستم، عضو حزب ملی ترقی وطن و عضو جبهه نجات از بحران. با تاسف خب من تصمیم نداشتم صحبت داشته باشم. در طول 11 سال شعارهای چون دموکراسی و حقوق بشر و حاکمیت قانون، حکومت داری خوب، عدالت انتقالی، این شعارها دیگه به شعارهای بسیار مضحک، بسیار مسخره تبدیل شده. مردم افغانستان دیگه این شعارها رو باور نمی کنند. دوستا تاکید کردن بر انتخابات. کدام انتخابات؟ انتخابات نبوده، انتصابات بوده. یک جمع در ارگ میشینن و کسی را که می خواهند وارد پارلمان میشه، کسی را که نخواهند وارد پارلمان نمیشه. انتخابات اگر مکانیزم تحقق دموکراسی هست، در موجودیت تیم حاکم، در موجودیت کمیسیون مسخره انتخابات و در موجودیت بیشتر از 2000 گروه مسلح را که ملت افغانستان را به گلوگان گرفته و رابطه داره با می مراکز متعدد قدرت را که شرکت سامی را ساختن با اینا و اینا ملت افغانستان به گلوگان گرفتن، انتظاری را نداشته باشیم که انتخابات شفاف، عادلانه، آزاد و دموکراتیک در کشور ما صورت بگیره. یه انتخابات هم مانند انتخابات گذشته انتخابات بسیار مضحک و مسخره خواهد بود. در رابطه با جامعه بین المللی هم ما باید عرض کنم متاسفانه ما تناقض در گفتار و کردار جامعه بین المللی در افغانستان دیدیم. ما دیدیم که چگونه میلوسویچ را از یوگسلاوی بردن محاکمه ساختن، ولی جمع از شریرترین گروه ها، جنایتکارترین گروه ها را بر سرنوشت کشور ما در طول از 11 سال حاکم ساختن، از اونها حمایت کردن و تا کنون هم به حمایت خود از اونها ادامه میدن. مردم افغانستان دیگه این شعارها فریب نمیخوره. ضرورت است یک جنبش سرتاسری ملی در کشور ایجاد شود، همه افغان ها دست به دست هم بتن. همه ما یعنی مردم افغانستان داد از این میزنیم که باید حقوق بشر در جامعه ما نهادینه شود.
اما سؤالی که همه ما با او روبرو میشیم این است که ما چه وقت میتونیم حقوق بشر در جامعه خود نهادینه بسازیم و ما میخواهیم به این سوال این گونه جواب بدم. ما وقت میتونیم حقوق بشر در جامعه خود نهادینه بسازیم وقتی که در جامعه خود بتونیم عدالت را تامین بکنیم و ما میخواهیم این گونه از عدالت تعریف کنم. به نظر ما و یا هم تعریفی که از عدالت میشه کرد این است که عدالت عبارت از زندگی شرافتمندانه و همچنان دادن حق به مستحقین آن می باشد. پس به اساس یا به مبنای این تعریف عدالت ما می توانیم حقوق بشر را وقت تامین کنیم که تمام اتباع افغانستان دارای یک زندگی شرافتمندانه و دارای یک زندگی بشری مانند سایر انسان‌های دیگه باشد که در روی کره زمین زندگی می کنند. و وقت ما می توانیم حقوق بشر را تامین بکنیم که حق را به مستحقینشان و به صاحبان نشان بسپاریم. تشکر. حالا یکی از شما. مسعود احمد احمدی هستم، دانشجو هستم. همه را میبینیم که درباره حقوق بشر گپ میزنن، صحبت میکنن و واقعا صحبتهای خوب هم میکنن. اما اگر ما بیاییم ببینیم که حقوق بشر از کجا آمده، ترکیب از این حقوق از چی بوده، میبینیم که حقوق بشر ریشهش برمیگرده به غربی بودن حقوق بشر. بیشتر یک پدیده غربی بوده، با ارزش‌های غربی ایجاد شده و از اونجا به طور دیسانت شده آمده در جامعه افغانستان پایین شده و میخواه حقوق بشر را در افغانستان به این گونه تامین کنند. خب ما به هر صورتش که بوده آمده آل ایره میپذیریم، یا دیسانت شده یا خواست مردم بوده، ولی بیشتر مشکل ما در اینجا است که ما میخواهیم خود را با جامعه غرب تطبیق بدیم. ببخشید برعکس، جامعه غرب را میخواهیم با جامعه سنتی افغانی خود که در اینجا است میخواهیم همون جامعه را بیاییم اینجا داشته باشیم. ارزش های افغانی که هر قانون بر اساس ارزش شکل میگیره جور میشه، هیچ مد نظر گرفته نمیشه. جامعه سنتی ما واقعیت هایش هیچ مد نظر گرفته نمیشه و بالاخره امی مدافعان حقوق بشرم که است، مدافعان به نحو بگویم دو آتشه هستند که فقط حقوق بشر با یک طرفه بیشتر میان نگاه میکنند. به این بیاین جامعه خود را اساسش را بشناسیم، واقعیتهایش را درک کنیم، ارزشهایش را بشناسیم، بعد از او این جامعه را وادار کنیم یا به نحو بسازیم تا حقوق بشر را بپذیره. ورنه ما گذشته تاریخی بسیار بد داشتیم که انواره کسان بودند که ارزش‌های غربی و بیرونی را در جامعه می‌خواستند تطبیق کنند، تطبیق از اونها یک طرفه بوده و امی باعث شده که یک انقلاب صورت بگیره، یک کودتا و یک شورش و بازم جامعه به خون کشانده شود. سوال‌ها و گفتنی‌های شما را شنیدیم. دیگه وقت ختم شده بر سوال. می‌آییم به جناب خانم امینی. چند سوال مطرح به شما راجع شده بود که اگر لطف کنیم من تو خلاصه می‌آییم. سوالی که آقای بلوچ‌زاده پرسیدن در ارتباط با قانونی که در دوره از پارلمان تصویب شده بود، هرچند که من موافق با این قانون نبودم ولی فکر می‌کنم اما در او شرایط و در او بره زمان این به مصلحت افغانستان بود و ای که چطور میشه که دوباره در او قانون تجدید نظر کرد، دو سوم اعضای پارلمان پیشنهاد بکنن و او دوباره بررسی بشه و نظرات کمیسیون ها و اما پروسه ادامه پیدا بکنه. در ارتباط با قانون انتخابات هم تو شما فرمودید فشرده، دیگه من فشرده هم کنم ترس میکنم. قانون انتخابات هنوز به ولسی جرگه نرسیده، انشالله وقتی که رسید کمیسیون ها و وکیل صاحبات سر از این موضوعات بحث میکنن. برای خود ما هم طور که در مجالس خصوصی هستیم بحث این قانون انتخابات یکی از قوانین مهم هست و ما حتما سر از این موضوع تو نیست که به حساب سرسری از این موضوع بگذاریم و قاطعانه و با استدلال و بند بند این قوانین رو باید ما بخوانیم و در از این نظر خوری لان کنیم. تشکر. چیز هم هست از جهزات ما. خب من اگزیر تو بشه صحبت بکنم، اول جواب شما رو بتم با شما موافق هستم که هنوز هم اژدها در کمین است، میخوان اژدها از این جوان ها استفاده ابزاری کنن، ولی کار ایده مدیدی بوده. مطمئن برات میگم در لیلیه پوهنتن کابل عناصر مخرب قوی کار میکنن، همین افراد مافیای قدرت در داخل کشور، داخل قدرت سیاسی کشور
بسیار سرمایه گذاری میکنه در اونجا. بنان میخواه اینا چنان تصادم را در داخل پوانتون ایجاد کنن. ولی ما مطمئن هستیم که کاری اکثریت نسل جوان افغانستان نیست، ایده معدود است و مطمئن جلوه‌گیری گرفته میشه. مسئله دیگه جناب سلطان زاده اگه شما باشه، دوست ما گفتن که حقوق بشری یک پدیده غربی است. ما به اینا مخالف هستم. سعی کنین در دین مقدس اسلام حق انسان، احترام به کرامت انسان، احترام به حق زندگی در انسان مسجل است. و دوم که در واقع بشری برای ما تنها خشونت علیه زن و مرد نیست. برای ما حقوق بشری شامل حق کار است، حق تحصیل است، حق دسترسی به صحت است، حق بیان است و حق مالکیت است. این کل از شامل حقوق بشری است. آیا کدام جایی ازی که انسان حق داشته باشه که تحصیل کنه، حق داشته باشه که صحت داشته باشه، حق داشته باشه که مالکیت داشته باشه، حق داشته باشه که کجا از پدیده غربی است؟ من فکر می‌کنم بیاین دوستا این ذهنیت رو وسو کنیم که ما بگیم پدیده، ما میگیم که یک پدیده کامل ملی است. شما برین یک بار گردین به نوزت مشروطیت اول، دوم و سوم، بعد انتخاب به پارلمان دوره هفتم مشتم برین. شما حقوق زن افغانستان از امروز فکر شما بین به دهه 60 دهه 70 وقتی که ما مسئله بدیم آقای سلطان‌زاده خانم سی و چل، شما که زن افغانستان مثل مرد در سیاست افغانستان سهم داشتن. از دورترین نقطه از قندار زن در پارلمان افغانستان انتخاب شد. سیستم کوتا نبود، سیستم فسادی نبود، از همه کابل از ولایت افغانستان زن آمدن وزیر شدن. بنان یک پدیده غربی نیست. باید در کامل ما ذهن خود دقیق بده بگوییم که این حق طبیعی انسان است و حق اسلامی و حق انسانی است و حق افغانی است. در مورد برخورد ما باید متفاوت باشه. و مسئله دیگه بسیار دیادم دقیق است که چرا به اصطلاح استفاده ابزاری بشه. درست است که استفاده ابزاری بشه، ولی امروز شما فکر کنین دیروز اگر 10 زن در یک قریه افغانستان سر بریده میشد، قتل ناموسی میشد، کس صدای خود را نمیکشید. ولی امروز کوچکترین حادثه در هر نقطه ای که افغانستان سرت انجام میشه، سپاس از رسانه ها، سپاس از جامعه مدنی، در همون لحظه در تمام دنیا یک بار آگاه میشن. امروز دختری که در واکسن در کاپیسا کشته میشه، امروز دختری که به اصطلاح در بغلان کشته میشه، دو دختری که در دو ماه گذشته در ولایت بغلان اختطاف شدن، همه کس صدای خود را میکشند. بنان ما براتون که ما باید از این ابزار استفاده از بی بکنیم. ما از این ابزار طور استفاده کنیم که مثلا تضمین حقوق بشری را جز زندگی روزمره خود بسازیم و بیاین به طرفی بریم که بالاخره همه مردم افغانستان یعنی حق داشته باشند که از حق خود استفاده کنند. تشکر. من مختصر فقط یک نکته را به عرض می‌رسانم که برای نهادینه سازی حقوق بشر در افغانستان کارهای زیاد صورت گرفته و تعدد و پلورالیسم و تولرنس خصوصیات جامعه مدنی هست. هر قدر که نهادها زیاد میشن شما تشویش نداشته باشین، نهادهای موفق پیش میرن و نهادهایی که خوب هستن اونها کار خود میتونن. امسال شعاری که در شورای حقوق بشر ملل متحد روز جهانی حقوق بشر از زیر از او عنوان کردن، یک شعار بسیار جالب است که من میخوام اینو برای شما انتقال بدم و از طریق شما برای مردم افغانستان که این شعار نشان میده که میزان مشارکت مردم تا چه حد در اجتماع مهم است. شعار قسمی است میگه My voice, my rights. صدای ما حق ما هست. My rights counts. صدای ما شنیده میشه و مشارکت فراگیر مردم در امور اجتماعی تقاضا میکنه. یعنی امو سلوگان و شعار امسال است که در شورای حقوق بشر مطرح شده و یک پیام میده. خیزش های مردمی که امروز در دنیا صورت میگیره و همه از اینا به بعضی حقوق سیاسی مدنی خود میخوان، بعضی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگیشون در معرض خطر است، این نشان دهنده هزی است که حقوق بشر زنده است و دموکراسی هم به پیش میره و نشست امروزی ما و دستاوردهای 10 سال پیشتر ما و شما نباید نادیده بگیریم. نشست امروزی ما محصول دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان است. شاید 10 سال پیش مردم ما نمیتونستن اینطور یک نشست را داری کنن. من فقط میخوام که دو سوالی که اینجا شده بود امور یک جواب مختصر برش بتم. یکی از این سوال ها از یک خانم شد که درباره تحصیلات یا تعلیمات زنها در افغانستان از پیش ما سوال کردن که 85% بود، امیال 85% است. فقط میخواستم این به یادتان بیارم که افغانستان دامن 11 سال گذشته، گرچه که به بسیار چیزایش ما هنوزم سر حکومت و سیستم اینا خار هستیم، مگر یک تعداد یک چیزای یک دستاوردهای ما دامن از مملکت داشتیم. بیاین از این کار نکنیم. یکی از اون دستاوردهایی که ما دامن از مملکت داشتیم، یکیش هم این مسئله تحصیلات بوده. شما وقتی که دامن افغانستان ما آمدیم 11 سال پیشتر، شما 96% داشتین زنایی را که دخترایی را که از نقطه نظر تعلیم و تربیت دامن حساب
افغانستان نصاب 96% بود، امروز شما به 85% رسیدید. 85% ای خود ازی بسیار کلان گپ است. شما دامن مکاتب افغانستان در او روزا فرض کنید شاید 400 متعلم داشتید، امروز ما از 4 میلیون زیادتر هستیم. یعنی خود از اینا به حساب میاد، این امرای وقت میشه جان. یه جمله چیزایی است که ما باید بکنیم، مگر آگاهی او یک مسئله بالکل دیگه است که او رو معمیال شروع کرده میتونیم. در سه سوال ابشری دیگه ما که پرسان کرده درباره جامعه مدنی، به نظر من خوارک ما جامعه مدنی شماسته، جامعه مدنی ماستم، جامعه مدنی کل ماسته، جامعه مدنی اونمو افراد یک اجتماع که دامن از جنگل برآمدن، دامن یک اجتماع زندگی میکنن، دامن مدنیت زندگی میکنن و اینا برای خود قوانین را میسازن که میخواین از او خودشان طرفداری کنن، او را احترام بکنن، به خاطر اینکه ما بتونیم باعث انسان ها زندگی بهتر داشته باشیم. شما اینمیال از امروز از اینجا که برآمدین، شما میتونین جامعه مدنی خودتان درباره یک مسئله که کلتان سر از او میخواین استاچوین بسازین. ما یک حرکت کردیم دامن شهر کابل چند وقت پیشتر که سرکوی تلویزیون مرا گفت که دیوانه شدی، سرکو بالا شدی، ما سرکو بالا شدیم. چرا؟ برای اینکه ما میخواستیم که برای مردم از این مملکت بگوییم که دیگه فساد بس است. فساد اداری ما را برباد کرد و فساد اداری ما را به کو روان کرد. فساد اداری سر زن افغانستان مطلق یک تاثیر دیگه داره. ما از این خاطر سرکو بالا شدیم و یک بنر کلان ما اونجا بند کردیم. این سازمان نه دفتر داره، نه پیسه داره. تمام چیزشم که از خود ما میخریم از جیب خود، خود ما وقت خود پیدا میکنیم، خود ما میریم. ما اینی یگانه راه نجات افغانستان است خوارکا برادرکایم، که اگر شما خودتان آینده از مملکت به دست بگیرین و ببینین که چی کرده میتونین، هر کدام ما برای خود. تشکر بزن. از همه تشکر میکنیم از اشتراک شما. بینندای عزیز و دوستای گرامی، بحثی که صورت گرفت امروز برای ما این نتیجه را میده که اول به نظر ما نه دموکراسی، نه حقوق بشر و نه عدالت در جامعه فعلی بشری باید یک چیز وارداتی پنداشته شود. هر کتله بشری در هر نقطه جهان باید آزادی هایی داشته باشه، باید حقوق داشته باشه و باید عدالت در او جامعه تأمین شود. اگری که حقوق بشر غربی جلوه میکنه در افغانستان، به خاطر از این نیست که ما میخواهیم حقوق بشر ارزش های غربی را در اینجا بیاریم توسطش، بلکه این نماینگر ضعف انسجام امو ضروریات است که ما در افغانستان به خاطر انسجام جامعه و به خاطر امو گروه هایی که باید در این مورد کوشا باشن، اون کوتاهی ها سبب شده که برای ما همه چیز غربی جلوه بکنن. اگر ما بتانیم نهادهای افغانی را، اگر ما بتانیم امو مؤسسات که ایجاب میکنه که در این مورد کوشش بکنن و زمینه ها را مساعد بسازن، اونا را زیادتر تقویه بکنیم و با کار رضاکارانه، با امکانات رضاکارانه او را بنیادش بگذاریم، من یقین دارم که غربی بودن این موضوعات بسیار کم رنگ خواهد شد و غربی ها اجازه نخواهد داشتن که در چیزی که ما خود ما میسازیم باز بیان و رخنه بکنن. ما ضعف خود باید برش بهانه به وجود نبیاریم. مهمترین آزمون ما در پیش روی ما قرار داره. یک سال بعد از این، مثل که دوستا فرمودن، انتخابات افغانستان آزمون بزرگ مردم افغانستان خواهد بود که ما چطور میتونیم همین جامعه را که دستاوردهای محدود داشته و او دستاوردها قابل قبول نیستن و برای ما کم جلوه میکنه، این را چطور پایدار بسازیم، چطور تقویت ببخشیم و چطور این را به ثمر برسانیم تا بتونیم یک جامعه داشته باشیم که در او واقعا دموکراسی برای مردم افغانستان، عدالت برای مردم افغانستان و حقوق بشر از این مردم تأمین شود. و او وقت خود بود که ما با انسجام خود آلی فشار بگردیم و نگذاریم که انتخابات قلابی، استفاده های ابزاری از نهادها و فشارهایی که در ضعف ما با وجود می آید بالای ما نهادی نشود. و این زمان رسیده که انسجام مردمی، انسجام ولوسی و انسجام واقعی جوانان و نسلهای گذشته و نسلهای آینده همه دست به دست هم بتن و در این را کوشا شوند تا پل شویم برای اینکه افغانستان به یک مرحله جدید قدم بگذاره. تا برنامه آینده و روز آینده، خدا نگهدار.